به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، همراهیتان را با اصلاح می خواهیم که ببینیم در حرکات، در اعمال، در نوشتنها، در همه آنچی که در مورد آزادی این ملت و وطن می رود، باید هر یک شهروند کشور برای آن آمادگی جدی را دیده باشد و آماده باشد. برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت شماره 153 را امروز تقدیم می نماییم. وقت های اخیر حکومت امام علی رحمانوف باز یک اصول دیگری پچق و پکر کردن مردم را روی دست گرفته است. از حق نبگذاریم بیننده گرامی که این اسلوب و اصول پیشتر هم به کار برده می شود، ولی در این اواخر خرکتر سر تا سری کسب کرده و به یک جزء کار دائمی و مقرری مقامات دولتی در محل ها بدل گشته است. این هم باشد و توسط پول مردم ساختمان مؤسسه و انشاءات دولتی است. اگر به زبان خلقی بگویم، امام علی رحمانوف وزنش را بر بالای مردم پرتافته استاده است. وای در هر برآمد و سخنرانی هایش صاحب کارانی بانند گناموسی ما خلق آبادگر گفته گویا مردم را برای اجرای کارهای خیر تشویق میکند، اما در اصل و در عمل مردم را فریب کرده استاده است. آخر باید امام علی رحمانوف پرزیدنت یک دولت است. بودجه کشور در اختیار اوست. تمام منافع کشور در اختیار عائله بی سر و نوگ اوست. آخر چرا نزدیکان او خیر و ثواب باید نکنند؟ چرا زائر فقط کارش پول جمع کردن باشد؟ چرا شمس الله فقط کارش پول جمع کردن باشد؟ چرا تخمینه کارش پول جمع کردن باشد؟ چرا آزاده پول جمع کردن باشد؟ چرا اینکه همه اولاد او، حسن و نمیدانم حاجی امان و حاجی امیر و همه اینها پول جمع کنند به منفعت خود در صورت حسابهای آفشاری، ولی مردم بانند گناموس باید خیر کنند و صدقه کنند؟ یعنی چی فریبه؟ بیننده عزیز و گرامی، گپ درباره آن است که از چند وقت به این طرف تمام وزارت و کمیته ها و آژانس ها و عموما نهادهای بودجوی کشور را برای تامین زندگی و معیشت و استراحت اعضای عائله اش وابسته کرده است. پول بودجتی این نهادها را زن و دختر و بچه و دامادهای رحمانوف میگیرند. هر کدام از این نهادها موظفند آخر هر ماه پولهای هنگفته را که از 6 رقم زیادند برده با آنها بدهند. انا برای همین مقامات محلی از مردم پول جمع کرده راه را منفرش میکنند، در حالی که اون را باید از بودجه کشور انجام دهد. برای کانال و یا نساس آبکشی پول جمع میکنند، برای ساختمان بیمارستان، مکتب پول جمع میکنند. پس سوال پیش می آید که دولت کجا رفت؟ بنای حکومت و پارلمان را خطای می سازد. حکومت کجا رفت؟ چرا آخر در یک دهه ساکنان بر رئیس شهر از نبود مکتب زمانوی و شرایط ناباب مکتب موجوده شکایت کردند، چون مکتبشان سالهای 40 ساخته شده است. آخر تاجیکستان چند سال چی صاحب استقلال است؟ از امنیت آمدند و مسجد را بستند و گفتند که اول برای مکتب تون پول جمع کرده، خودتون حشر کرده چند سیمخونه میسازین، بعد مسجدتونه میکشویم. الله لعنتت کنه رحمانو، با این حکومت تو، با این امنیت تو، با این دولت دارید. درست و دقیق کاری که در اسفره هم این شب و روزها دارد انجام میدهد. اسفره: سلام برادر، من یک شهروند تاجیکستان از شهر اسفره، دهه چیلگزی، نفقه خور میباشم. حالا در دهه همون معرکه کوچه اسفالت کنی گفت رفته استوده است. رئیس دهه بهرالدین از همه اهالی با مبلغ 4000 سومونی مجبوری جمع نموده استوده است. من 450 سومونی نفقه میگیرم. میدونم که این 4000 سومونی رو از کجا میدهم. باز رئیس محله به خانه‌مون اومده تهدید نمود که در حالت ندادن این مبلغ مرا به کارگران ارگان میسپریده است. من نمیدونم این درد خود را به کی گویم. این چی خیلی دولت و دولتداری است آخه. والله لعنتت نه رحمانو، نفقه 450 سومونی میتی 4000 سومونی از مردم میگیری، یک سال پول نفقه مردم بیشتر از مردم پول میگیری آخر. کجا دیگه ایمونی تو مونده است و دولت دارید مونده است؟ اکا گرفتی گیری دو راست پیسان دازی نه راست پیس؟ من همزه مرکزی افتو دانش این دستمون فلوش من گیرم. نه این را اکا عبدی زنی سوسش مازه؟ من هم مکرم و عبدالرزاق نویستم. نه نه تمام خال دیدو سنو مفتیزم که همشه شد را هره خاندون نشون دیم. جمعشان افتو پن نویستی دیم مرکزی افتو دو پن. این افتو چار؟ افتو چار نیستید؟ مغازه میزیم نمیسید یک کال دیگه؟ یه مغازه خانه. خانه خواهی خانه نویسید فرق خزید خانه باشد خانه سنگید فرق خزید که مغازه نیست نه صاحب کرو مثال صدو خانه ها 5000 زمانی کنم نویسید نویسید نیست؟ شو تمام خیلی گلا چون نمید؟ اینو نگیری تو پاتس مانی تمام اکنون بگذاریم به نامه که از دوشنبه رسید. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین، چند سال است که امام علی رحمانوف دیگر روزی وحدت را تنها خودش بدون طرف دیگری صلح جشن میگیرد. اصلا هیچ شرم و حیا ندارد و خودش را با نادانی و نفهمید میزند که گویا صلح
یک طرف همه شده باشد و یک طرف صلح کرده باشد. منظورم این که از طرف دیگری صلح تماماً یادواری نمی‌کند. من چی فکر دارم و مردم تاجیک در این مورد باید چی کار کنند؟ یعنی راهی مردم تاجیک چی است؟ چی باید کند؟ از تجلیل این جشن دست بکشد؟ به نظر من تا آمدن اپوزیسی از خارجه با وطن جشن گرفتن این سنه یگان معنا و ارزش ندارد. این جشن و این سنه هم با یک نوع منبر تبلیغ و تشویق رحمان و تبدیل شده است. ماهیت و معنای واقعی خود را گم کرده است. باید یک چیز را روی راست بگوییم. بله اپوزیسی جنگ کرد برای آنکه با وطن برگردد. اما اپوزیسی را همین رحمان و پشتیبانهایش روسیه و ازبکستان مجبور کردند که جنگ کند. چون که آنها را مجبور کردند که ترک وطن نمایند. آنها میخواستند که تاجیک های به افغانستان پناه برده بر نگردند. اما آنجا مردانی بناموس و دل و گرددار دست به مبارزه زدند تا که به وطنشان با سر بلند برگردند و در خواری و ذلت تو غریبی نمانند. اپوزیسیا جنگ را مقابل کی کرد؟ جنگ را مقابل رحمانوف کرد. چون که تکرارم شود رحمانوف نمیخواست ما برگردیم. رحمانوف و لشکر گشنه و تشنه همراهانش در خانه های ما آماده شیشت. چیز و چاره نداشت، گشنه بود، آمد غصب و اشغال کرد. چیز و چاره امان را تا دیگ و کفله زمان را تا پیاله و چاینیک امان را تا شلوار و کرته و جامعه کهنه امان را تا نمت و گلیم و کرپا و لوله امان را غارت کردند و بردند. امامد رحمانوف از آغاز تا امروز به اصل و ریشه و مغز و ماهیت و معنای دنیا و اخبای ما پرابلم دارد و دشمن است. این اسلام و مسلمانی ایماست. رحمانوف از مسلمانی ما سخت میترسد چون مسلمان راه و رویشش از راه و رویش امامد رحمانوف کاملا فرق میکند. مثلا امامد رحمانوف مثل خری هنگی عرق میزند و راست میمزد و زنا میکند و نماز نمیخواند و به خدا باور ندارد و ریش و سطر و حجاب را بد میبیند. خلاصه هر چیزی که هر نشانه که خاصیت، خصلت، صفت و امتیاز و برتری یک مسلمان است وای بد میبیند. وای با ما مسلمان ها نیست. شما بگویید که در تاجیکستان باز کدام تاجیکی دیگر مثل رحمانوف است؟ هر چیزی مسلمانی را بد میدیدگی آدم آیا وجود دارد؟ راه مردم تاجیک چی است و راه مردم تاجیک کدام است؟ راه مردم تاجیک خلاصی و نجات از رحمانوف خبیث است. مردم از رحمانوف خلاص شوند، اولی دم صاحب سویت می شوند، دوم ابله و گون می شود، سوم اقتصاد و مالیه کشور و تجارت از دست آیله رحمانوف رها و نرخ ارزان می شوند، منپولیا از بین می رود چون که منپلیست اساسی آیله آنهاست و رئیس انتی منپولیا جیان اوست، پسر نوردین گرسوخته. نرخ بلیت هواپیما ارزان می شود چون که آن را تخمینه حق خودش را در بالایش مانده می فروشد. حسن کراسین عملیات ها را آورده سه وینای می فروشد. نرخ پراوا و تخس موتور و تخ پاسپورت های ماشین خانه ها ارزان می شود. نرخ لابراتوری ها بیمارخانه ها ارزان می شود چون که اینها را شمس الله داماد رحمانوف خصوصی کرده، نرخ خودش را جای کرده است. باور کنید رحمانوف لب لوکا ضرر خلال مسئله مشکل و دشواری اوست که ما را با چنین روزهای سخت گرفتار نموده است. رحمانوف رود در تاجیکستان صلح و آرامش ثباتی دائمی و همیشگی برقرار می شود ان شاء الله. با خدا رحمانوف رود تاجیکستان در حال آباد می شود. واقعا درست نوشته است این برادر که از دوشنبه نوشته است، خیلی نامه پرمحتوا. الله جزای خیرتون دهد برای داشتن چنین فکرهایی که واقعا هم فکر و عقیده اکثر ملت و مردم تاجیک است. نامه از کلوگا. سلام علیکم برادر محمد اقبال، من چند بار در پرمای افیر شما اشتراک کرده گپ زدم اما حاضر پرمای افیر شما نیست، برای همین نوشتم. من درباره دو نفر تاجیکی هموطنمان که بر مقابل خلق خودشان هستند گفتنیم. یکی آنها قهرمان نام دارد و دیگرش بنفشه. قهرمان در ماشینی لند کروزر سیاه میگردد در ناحیه ژوکوفسکی ولایت کلوگا. بنفشه و قهرمان را فیسبوک برای پسردنیکی و حرام خوریش در پاسپورت نستال قپید. از خانهش 9 میلیون یافتند. دمشق نیارس کردند. از پشت اینها خلق تاجیک را سخت پرورکه کرده ایستادند. بنفشه حرام خور این زن صابر جان و بنفشه نام دارد که در نشانه کوچه چکالوس دوم 7 در ناحیه ژوکوفسکی زندگی میکند. این زن بوزی و این کمت ناحیه ژوکوفسکی و کارش پسردنیکی در پاسپورت نستال است. نادانی момент на територија Калужски област запретили видават паспорта иностраним гражданам. Этот мраз решает своим путём вопрос. Её цена 300 тысяч рублей. Есть люди, которые не могут выплатить этого сумму. Тогда они решают вопрос по-другому, угрожают военным комиссариатам. Одним словом, либо ты соглашаешься на 300 тысяч рублей, или тебя заберут на войну. То есть она сама тебя туда даёт с потрохами. Есть люди, которые не соглашаются.
نیو ارمیو تکده انی ستاوید پدروگام وپروس گوارید. دای منه تکده 250 تیسیچ ایتی بودیش اصابش جان ات وین کماتا. یا پراشو از پجالستا پریمیتی ککی نیبود میری. نی نادا اصابلیت اتوا پروستا تک. А она пользуется на данный момент эти, мы сейчас отправим вам фотографию ее двух домов и машину. Миллати Собирджанова Бунавша, таджик из Конибадан. Агар макамат Таджикистан фахмад, ин хамара бажанг рай мекунад, ва як буз аст. Мардуми таджик дар капи ин зан на афтан, احتیاط бошанд. Ин зан ра ФСБ капида, аз хонаш 9 миллион рубль яфт. Хала ба хабси хонаги гирифтанд ин Бунавша ра. Хуб, субхан Аллах. نخواد در روسیه با ملت و مردم خودت چنین ظلم و ستم را روا بینی. نمیدونیم دیگر با این مردم چی گوییم و این چی بدبختی است که برای بالای این ملت و مردم با چنین حالت ها آنها را گرفتار نبودند. نامه دیگر از کنیبادام. سلام علیکم دادر جانم، شما و اهل آیله همه خوب هستید؟ سلامت باشید برادر گرامی. خوبم الحمدلله. اپام میگوید که من میترسم آدمشون باشد خودشون بیایند عکس گیرند، حاضر تفتیش رفته استوده است، میترسم عکس بفرستم. این نامه مرا حتما خونید که هیچ در تاجیکستان کس به دادی ما نمیرسد. من در شهر کنیبادام تولد شدم و در خوجند زندگی میکنم. ماه یک روز دو روز به زادگاه هم کنیبادام میروم. سه ماه باز شهر ناآرام، دزدی و کشتار، مردم خواب نمیکنند شبها. اپام در مکتب آموزگار شکایت میکند که امروز میروی مکتب پول جمع کنید. از دوشنبه نریت میلیسا آوردیم برای تامین آنها با مهمانخانه. آخر وقتی پول ندارید میلیسا را کجا میارید به سر ما؟ خانه می بیایی رئیسی محله پول جمع کنه برای چراغ استالبه ها، شبانه کوچه ها را برای روشن کردن. کاش که قپند این دوزها و آدم کش ها را، خلق نان نداشته باشد هم دیرمی آخرانش را براورده می دهد. دیروز 18.06 یعنی 18 ماهی ایون ساعت 3 شب بود، در کوچه غلغله شد. برآمدم کوچه عین محله یعنی تیزگذر، ماشین میلیسا 3 نفر بودند، پیون بودند، با دیوار همسایه زده و حوالیش در آمد. دولت ما همین خیل در کشورمان امنیت ما را تامین میکند. این میلیسا ها بجای امنیت ما را تامین کردند، امنیت ما را یعنی خلل دار نموده ایستادند. واقعا دهشت است. بله خب دیگه رحمان خودش که بعد ماست دیگه میلیسا هاشان رنگ خودشان. نامه دیگر از دوستی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر محمد اقبال صدرالدین، من از شما احترامانه خواهش می نمایم که درباره یک شخص نویسید و به ملت و به مردم و به این دولت کی بودن او را فهمانده دهید و کی بودن او را بگذار همه دانند. این خائن ملت و دولت فیاض و فیضعلی گریزویش می باشد که در شهرکی گراوتی جماعت 20 سالگی استقلالیتی ناحیه دوستی جلیکول زندگی و فعالیت می کند. وای مردم را خیلی زیاد فریب کرده است. یکی از جبردیدگان خودی من هستم. وای از مردم شهرک گراوتی پول زیاد گرفته و عدم ادیت که زمین های آنها را موافق قانون حجت گذاری میکند، اما تا حال هیچ کاری نکرده است. حتی با آنها دکومنت های زمین هایشان را نمیدهد و مردم را میگوید با کجای خواهد روی شکایت کنید، ما از اولاد جناب هستیم و با ما هیچ کس هیچ کاری کرده نمیتونه. حتی باز تهدید کرده میگوید که اگر با کسی گوید فرزند هایتان را به خدمت حربی روان میکنم. اگر در شهرهای روسیه باشد در آنجا هم آدم دارم و آنها را با پرابلم دچار میکنم. مردم را با چنین سخنها و تهدیدها اسیری خود کرده است. من از جبر این ظالم می شود 3 سال من از آیله ام رفته نمیتوانم، چون که به من گفته بود اگر تو را در تاجیکستان ببینم تو را من خودم به دستان خودم میکشم. تا این درجه ها از خود رفته است. من نمیدونم این دولت کجا را نگاه میکند و چی کار میکند. این خلق ما تا این درجه رسیده است و از روی وظیفه اشون مردم را به این حالت آورده اند. برادر از شما احترامانه خواهش می نمایم که چاره این دجال لعین را بینید. مرا و خلق شهرک گراوتی را از دست این خائن ملت رها کنید. و تمام زمین های کارم و دیگر جای های شهرک گراوتی را از آن خود کرده است و هیچ کس از او شکایت کرده نمیتواند. حتی خلق را تهدیدهای زیاد میکند. یگان مقامات ها عریضه خلق بیچاره را به نظر نمیگیرند. تمام مقامات ها خش و تبارشان میباشند. آخر ما به کجا شکایت کنیم؟ همین یک جای میتوانیم شکایت بریم، اصلاح است. من خوب میدانم همش اصلاح و برنامه نامه ها را میبینند. التماس درد مردم کمبغل را با شما رسانیدیم. ما نتیجه زیاده را بعد نشر نوشته هایمان در نامه ها از ناحیه ها دیده ایم. سلامت باشید. خب امیدواریم که مقامات و خاصتا رئیس ناحیه جلیکول به این یعنی بیدادگری ها خاتمه میدهد و این ظالمان را کار میکند که به چنین عمل های بد دیگر دست نزنند و مردم را غارت نکنند. نامه دیگر از وحدت. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین، از وحدت برایتان می نویسم. در مورد سیف الدین رئیس سودی وحدت که شما درباره وی هم مقاله و هم نوار نشر کرده بودید. سیف الدین کمالزاده اسمان یا سیف تمام نمود دل را در وحدت حل میکند. برای سیف یگان کاری نمیشدنی نیست، سوما بتش کارت حلی ای یگان چی نمیترسه. یک مخیناتسیه های میکنه که در وحدت دهم مشوری موری وحدت دولیده خوشای بچهای میلیشیا اوباب و یا اور
دلخواه شخص را شکستنی باشند می آیند پیش سیف، می دارند اول نقشه‌اش را میکشند در کابینت سیف الدین کمالزاده، بعد از پای کار می شوند. همین که آدم را آوردند، سیف الدین کمالزاده اسمان در جایش حکمی بازداشتش را صادر می کند. یعنی پیشت در دستش سودیه وحدت خودش چیکارش فورا می کند. سیف الدین کمالزاده اسمان سوم جمع کنه که شیر محمد شاهیان رئیس سودی عالی است. سودیه های وحدت، فیض آباد، نور آباد، یعنی این منطقه رشت دالیه را به رئیس سودی عالی توسط سیف الدین کمالزاده می دهند. سیف بسیار سوم هایی که برای رئیس سودی عالی بود نداده است به رئیس. جای سومگیری سیف الدین کمالزاده ای پدرام دوشنبه درونی صحنه آن است. هر وقتی که سیف می آید دریچه آن را قراول در را میکشد و سیف با نفری در کاریش در درون آنجا داد و گرفت می کند. از پای رئیس سودی عالی هم در ایپادرام دوشنبه هستند. سیف سوم های جمع کرده اش را برای رئیس سودی عالی در درون همون ایپادرام دوشنبه می دهد. یعنی یک جای مخصوص برای اینها. سیف مبلغ های کلانی را که برای رئیس سودی عالی شیر محمد شاهیان باید می رساند نداده است در این اواخر. رئیس از آنها بی خبر. سیف با یک نفری نزدیک خود تعریف کرده است که رئیس عموما خیت نمیکرد است که ما چوک کیستم. اثری سوما دادرش دادنغره ده پاسپورت نستول کردم موندم دیگر خشوشم جا با جا داره. میگوید سیف که سومی رئیس ته نداره. خوب دیگه دزدای رئیس سودی عالی بعد دیگه ته داشته باشه. خوب مقامات تفتیشاتی و پراکراتور جنرالی مرحمت سنجید اگر یعنی میستن از نشین را دیگر کنن خوب دیگر سنجید که سوما را دیگه جو میتیه. یوسف رحمان هولیا میترسید ایو میترسی خود خدای تو باید اینو را بتونی یکون کار کرده یا که اولیم تلخه کافی میترسی. سودی وحدت یک بازار شده گیای. سیف الدین کمالزاده یکون سودی را کار کرده نمیمونه. چی خیلی که میشود در را از قفاش میشود. چی دلیه که شود باید خودش ببینه. چی دلیه از چند سوم میدیهند بیارین من بخونمش میگه. اما عموما ثواب نداره باور کنی. خیلی میدونه که گفته بودیم. یعنی تلخی خواهری سورا باید دیگه چی سواد داشته باشه آخی یک بیوی که اما عموما سواد نداره. شما در مورد او برنامه مخصوصی هم داشتید زیر عنوان رئیس سودی وحدت آدم کش است. بله مرحمت همون نوار را تماشا کنید. سیف الدین خوب میشناسید کی است. حتی آوازه کرده بود که دیگر اصلاح نشر نمیکند ما او را خریدیم. ولی مردم باید داند که این دروغ است. 100% دروغ است. اصلاح خریده نمیشود. اصلاح درد این ملت را حتما خواهد گفت. اصلا در این مسائل شما خواطیر نباشید و چنین کار اصلا شدنی نیست انشاءالله. نامه دیگر از نغره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد اقبال، من در باره بعضی چیزهای گپ میزنم، شما از روی این گپ ها میفهمید که من کی هستم. برای همین نام و نسبم را افشا کردن نمیتونم، مهم نیست. بعد تعیین کردن رئیس نو ناحیه نغره به جای اسلام دین پسر نوردین نیتراکتریس رئیس نو قریب همه رئیسون جماعت ها را از کار گرفت. اسدالله رحمان سنبل آقا یاردمچی احمد رحمان رو فوید به کادر که خودش از پوشینگ نغره است به رئیس نو نغره گفته است که کسی را تعیین میکنی اول مرا پرس. خوب سجادین دیگه. جماعت های دنغره در بدترین حالت ها قرار دارند. رئیس دنغره سجادین سلامزاده رئیس جماعت ها را تعیین میکند. مردم کار نمیکنه میگویند. میگویند که نداره موسوم که خی خودمون آباد کنیم یا مردم ما مجبورشون کنیم که آباد کنند. اما سنبول آقا باشد گفته است که مرا تا سرگزان دنغره را یکان چارابینی باشد بگین میرم اوسش جزیره نمیرم. این در حالی است که همین سنبول آقا کوراتور ما است و باید که راه های این طرف ها را همین اسدالله رحمان تعمیر کند. جماعت هایی که سومدار دارد و تولک هست میرود، اما در جایی که مردمی دهخان اودیای سنبول آقا و اسدالله رحمان نمیرود. همین مردمی جماعت ها از سرگزان آن طرف بود که خست در جنگ جانشان را داد که سنبول آقا بر اینها امروز در وظیفه شنند و با پس زنند این مردم را. ما دریاد داریم که این سنبول آقا آن سالها اپوزیسیا بود و چند محل در کجای بدرک بود پنهان شده میگشتم. اسدالله رحمان همان جامی کماندیری دنگرگی بود که از خشلاق سرگزان وای با بچه هایش رنگ دیگر شهر مردم منطقه کلوب فریب خورد و جان داد. چند وقت پیشتر یک شاتی با جای سنبول آقا را پیدا کردند که در آن 145 میلیون دلار قرار دارد. اما چی گپ شد که باز گپ همی خیلی مرد. سنبول آقا یعنی همی اسدالله رحمان از سر سومهایی که برای وظیفه گیری میرسند قچی کرده با شوتش میپرتفت است. در اول ترسونچک بود میترسید، بعد یک بار از سر پچکا گرفت و وقتی که سومها را حساب کردند و کمی مبلغ ها را پیدا کردند گناه را به گردن آوردگی یا سومته یعنی وظیفه گیر زد. دید که گذشت کار انا بعد دیگه سنبول آقا میگه که بله یا زمان نشیده که کار بود کن بسیار شده گیای. مقصد که اولاد پرزیدنت کودکا کلان شدند ما کار دیگه همه کربودکن شده گیا دیگه. دیگه مورد سون کم رسیده است. خوب دیگه. ولی چونین در مورد همون پلا ولی گابر اومده بود ولی با مثل یکی چی کار کردن یا همین پلا را خیلی چیزش گرفتن یا چیزش گفتن باید بسازی با همون خاطر دیگه کار خب شد. و یک گپی دیگر درباره نفر با تخلص میخائیل که نزدیکترین آدم سنبول آقا است. همه مقامات و نفران بالا آیدی منصوب به قوم لوط بودن او را میدانند. استغفر الله.
سالهای اخیر آوازه‌هایش زیاد شده است، گرچه که زن و فرزند دارد باز با مقامداران بلندپایه چنین کار را میکند. کراش استغفر الله، سالهای اخیر یک سال شاید زیاد با معاون اسدالله رحمان، یعنی نامش را نیافتیم، و میگوید که با خود اسدالله رحمان هم چنین کارها انجام داده است. نمیدونم سبحان الله، یا همش هم خیلی اندیگه چی بگیم. سال اخیر میخائیل با پشتیبانی معاون اسدالله رحمان و شاید خود اسدالله رحمان باشد، زیاد پسران جوان را به ترکیه و دبی برده، آن طرفش را فهمی زبانی مون نمیگردد برده، یک طرفه دو هفته بچه‌ها را یعنی نومار کرده میورد، در عوض سومی کلان میگیرد. از روی بعضی معلومات ها معاون اسدالله رحمان برای چی جنایت محکم است، دایرکتوران بعضی طرفخانه های پیش منصبداران کلان و عمان نفران نامدار رو به چنین عمل آوردند. میخائیل را چند بار به اور در دوره شورخ خبیده برده بودند، اما باز جواب دادنش خوب دیگه شورخ شوانتر کسل بشه و جوابش بده. وقتی اخیر میخائیل با فیروزه حفیظ و زلیخا با ترکیه و دبی رفته میومدند، جای واخوری و دادنی گرفتنی پورا یا یگان مسیحیت باقی استاد رودکی است، کارمندان دستگاه پرزیدنت و حکومت در قریبی آن همین جا هست. کارمندان دستگاه یا نفر دیگری منصبدار در وقت تنفس عبیدش گویا برای عبید یا هوای تازه میبرد و باقی رودکی می آید که در روبروی مهمانخانه تاجیکستان در نزد دستگاه پرزیدنت و حکومت قرار دارد. بعدا نفری که باید دالیا یا پورا برای این یا یگان مسئله را حل کردن می آید، میرسد و میدراید. خب چی طوری که گفتیم از دری طرفی دستگاه پرزیدنت بودش میدرایند، بسیار جای تنج است. دو مرتبه اسدالله رحمان را با میخائیل در همین باغ دیده بودند. مردم از کجا میدونند که چی گپ است؟ میگویند که ممکن میخائیل با یگان مسئله آمدگی، اما از کجا میدونند که مسئله و مشکلشون یعنی کروی بیزیب است. سبحان الله، واقعا هم خیلی درد است دیگه، چی بگویم نمیدونیم. مکان اینها خودشون به همین بیماری ها گرفتارن. الله شفاشون تیه. نامه از ناحیه کنیبادام. سلام برادر محمد اقبال، از کانیبادام برایتون می نویسم. مطلب آخری کانیبادام رو خواندم در مسئله این که این کار یعنی کشتار آیله های بوتون کار دستی امنیت یا میلیسه بود. من از سر شک نداشتم، اما در مسئله تلفن گم شده، آن تلفنی یکی از کشته شدگان اعضای آیله بهادر بود، آن را یافتگی هم. درباره بهادر من همراه با بچه ها درباره او پرسیدم. یک هفته زیادتر شد، گفتند پاسپورت هایش رو میلیسه ها گرفتند، شتابی از تاجیکستان نگریزه. چیزی دیگر این نینزه ها یا قاتل ها است که 3-4 روز پیشتر در دهه نیازبک به خانه های مردم در آمده، مردم را ترسانده بودند. یکی از اینها با نام ارکین دختری دندان، کلیشکش بین مردم نیازبک، ارکین زبنوی است. وی در کوچه سنتر است، کوچه قریب 1200 متر درازی شد. از راه اسفالت کلان خانه این آدم با نام ارکین تقریبا 5 یا 6 در است، از طرف آفتابشین. خلاصه جای عجایباتش این است که بعد این حادثه میلیسه ها می آید و همه این آدمانی که به خانه هایشان در آمده، بالا بالای بومشان شیفرهایشان گشته و ترس خورده شده بودند، به جای یک دلبرداری و یک خاطر جمع کردن، میلیسه ها با آنها اگرژت کردند که مبادا رسانه کنید یا با مردم اطراف پانیکه کنید، پشت پنجره می روید همتون. این کار سنه 19 ایون سال 2024 یا 20 ایون 2024 شدگی است. وقتی خواستم همه را عنیق و دقیق کنم، یک کس مانع شد و نخواست، اما این 100% حادثه شدگی است. اگر خواهید من همه را با شما می فهمونم. معلومات از آدمی اعضای یعنی نزدیکی من است، پروسه یک شخص آیلش و فهمیشی من از ترس آن که تلفن رو گوش میکنند مانع ایجاد کرد. من هم دیگر با کارهای خودم آواره شدم و نپرسیدم. بعد برای همون مسئله لاهوتی گلسوای و ویدیویی که برایتون روان کرده بودم در یاد داشته باشید. آنجا وقتی مردم زیاد با کوچه بر آمدند، منتها از ترسشان همون زنکای بیچاره رو دیوانه برآوردند، اما در اصل آن زنها ساق و سلامت هستند و این کار هم در حقیقت شدگی است، اما میلیسه ها با دروغ تبدیل دادند. گویا زن گاه گاه کسلی روحی می شود و این اسپکتکل بود. واقعا هم دهشت است، یعنی همون زن اسپکتکل گویا تشکیل کرد و اینو آن گفته مردم را گویا آرام کرد با فکری پوسیده خودشان، ولی در اصل آن حقیقت بود. ولی واقعا درست است، این چیزی نیست که ما رو پینها، حتی رئیس ناحیه که، حتی رئیس کانیبادام هم در این قضیه یعنی صحبت کرده بود که یعنی خب دیگر این آوازهای دروغ نیست، ولی رئیس تختسون زاده کانیبادام هم در این قضیه گفته بود که یعنی اینها با یک دیگرش ارتباط ندارن، گویا هم مش کارهای جدا جدا باشد. خوب دیگر، اکنون نامه رسید از دوشنبه. سلام علیکم استاد محمد اقبال، سجفر عثمانوف را یوسف رحمان محکم کرد، وی را برای همکاری علاقه و رساندن خبر به محیدین کبیری توسط شرافدین گدایف متهم کرده ایستادند. یوسف رحمان در این فکر است که عثمانوف با کبیری از وقتش رفیق و هم فکر بودند، حاضر هم در علاقه می باشند و تا با امروز کبیری شریف عثمانوف معلومات های درکاریش رو میگرفت. عثمانوف که دپوتات بود همه معلومات درکاری رو میتونست به کبیری گویا برساند. حاضر کمیته دولتی امنیتی ملی خب، اما پراکرور جنرالی بازی رو دوام داده ایستاده است. یک آدمی نزدیک یوسف رحمان گفت که یوسف رحمان پرسیده است که همی اقبال اس اس میگه چی باشه معنوش؟ گفتنش که یتیم فهمیگه آخی. گفته است میدونم یتیم فهمیگه، لیکن راسشیفروف کاش چی باشه؟ بعد هر کس هر چی گفته است. یک کس گفته است که یعنی سوکینسین،
یعنی بچه قنچاق. این گاو با یوسف رحمون سخت فرید است که یعنی من اس اس یعنی یتیم فاس سوکینسین میگم. خوب دیگه یوسف رحمون اگر این سوکینسین باشه تایید پلیتری خدا بزند یوسف رحمون با یک غلط و زیاد. یوسف رحمون گفته است که حالا بسیاری ها با کبیری در کانتاکتند. بر سر عثمانوف خواهد نخواهد گسپری برات رو زدم. اکنون یوسف رحمونوف باز برای کبیری دلای نو تیار کرده ایستاده است. حالا باید یک بار برای دستگیر کنند. نقشش این است که یتیم فهم در این بازی شنونند. اما تا جای ما میدونیم گویا که یتیم و پسر جفر بسیاری که اگر چیکارت کنند تو باید نمونه نگیری. ولی به بسیاری چیزها هر کسی را که خواهند یعنی میگنش که نمشا بگی نمشا میگیرد و میبرند زندانش میکنند. چنانه که یک نفر از پراکراتور جنرالی به ما گفت که حتی گفتنش که نم یعقوب بگی یعقوب نمشا گرفت یعقوب در اومد از پیشش یعنی خیلی داشون کرده است که پدنالات مطرح جمع شد چی نمی منو میگیری مطرح در حیاتو ندیدم و چند نفر دیگر 8-9 نفر همی خیلی. ولی در مسئله احمدشاه کامل دادم یعنی گفتنش که نمشا بگی تو بیارنش. ولی ببینید که اول با دست احمدشاه کامل داده کوشش کردن که یعنی سید جعفر عثمانوف از وظیفه سبک دوش کنند گویا که گکچپی در حزب دموکرات کردن و بعد از اون گفتن که اکنون خودش دیگه در کار نیست خودش باید یعنی که زندانی کنیم. رحمانوف هیچ وقت به هیچ کسی رحم نکرده است. ما تا کجا صحت و درست بودن این خبر را تصدیق نمیکنیم. اما گویا عثمانوف تمام اتهامات را به گردن گرفته و گفته است که کبیری وعده پول و کمک نظامی کرده بود روسیه. ولی یک نفر دیگر میگه که همه این کارها یک برنامه و نقشه و اسپکتکل است. عثمانوف هم بازینگر این اسپکتکل می باشد که رژیسیوری اساسیش خود احمد رحمانوف و نفر اجرایی دیرکتوری اجرایی یوسف رحمان است. مقصدشان این است که نشان دهد کبیری با انصارالله شریک است و در سر نقشه حمله به تاجیکستان و سرنگون کردن حکومت دارد. گویا انصارالله با امر کبیری انتظارند و باید نپدینی میکرده باشند. مقصد اساسی احمد رحمانوف این است که هر بلا کند تو از آن طرف مرز از افغانستان یکان گروه را داخل کند و روسیه را بترساند که مرزهای جنوبیت در چی حال قرار دارند و باز خود را در زیر قنات روسها پنهان کند و از روسها کمک دریافت کند و دیگر آرام و راحت در زیر سایه چتر امنیت روسیه رستم را آورد و در جای خودش ماند. این گپ های گاسپری برات سید جعفر عثمانزاده تنها با همین مقصد های مخوفی رحمانوف است. و دیگر رحمانوف اسپکتکلش همش معلوم هستند ولی اینها با این دروغ هایی که میتونند دیگر مردم را گول و فریب کرده نمیتوانند. من بیننده عزیز و گرامی امیدوارم که از این برنامه معلومات های مهمی گرفته باشید. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید چون که این درد هایی است که از داخل کشور نزدیکان خود شما می نویسند. توجه شما، انتشار شما، همکاری شما با ما و شما را بیشتر نزدیکتر به آزادی و پیروزی میگرداند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.